توی این ویدیو میخوایم درباره انگلیس صحبت بکنیم که شرایط زندگی تو اونجا به چه صورته، دانشجوها چی کار میکنن و هزینه‌های زندگی به چه صورته. کلا دیتا درباره انگلیس. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. همراه غزل خانم هستیم از انگلیس که امروز وقت گذاشتم و می‌خوایم با هم درباره انگلیس صحبت بکنیم که شرایط دانشجو اونجا چه جوریه و چه چیزایی اونجا تجربه کردن. یه سلام باهاشون داشته باشیم بعد ادامه بدیم. سلام، وقت همگی بخیر. غزل هستم از لندن و اینجا دارم مارکتینگ میخونم. دانشجوی اومدم. خیلی هم عالی. غزل خانم یه سوالی که من از خیلی‌ها میپرسم، توی اونجا آخر شرایط اقامت و اینا رو میگیم حالا، ولی خب آدم از لحظه ورود به اونجا یه سری چیزا واسش عجیبه، یه سری چیزا واسش جالبه. اینا رو میتونی بهم بگی چیا هستش، چیا بوده؟ لحظه ورود، خب اگه بخوام بگم اولین چیزی که باهاش برخورد میکنی اینه که بخوای با آدما ارتباط برقرار بکنی و ازشون سوال بپرسی که الان باید کجا برم، چه جوری مثلا بتونم به مقصدم برسم و اینا. و حالا یه داستان پیچیده‌ای داره اون اولی که من رسیدم و اینا، ولی کلیتش رو بخوام بگم در حالت عادی اینه که هر چقدر تمرین کرده باشی اون لهجه بریتیش رو و هر چقدر گوش داده باشی، اون اولش که میرسی اصلا احساس میکنی که وای من انگلیسی بلد نیستم کلا. خب بعد و اینکه حالا اصلا یه ذره به تپه میفتی و اینا که خیلی عادیه. یعنی اصلا آدم همین که وارد یک محیط جدیدی شده، محیطی که تا حالا توش هم نبوده اصلا قبلا، خب این خودش خیلی استرس داره و باعث میشه که آدم یه لحظه اون اولش باید پنیک بکنه، ولی کاملا عادیه. یعنی فکر می‌کنم که همه دورین اتفاق براشون افتاده. چون من با دوستام که صحبت می‌کردم اونام همین مشکل داشتن، حالا هر کی یه ذره بیشتر کمتر، ولی خلاصه این اولین چیزیه که هر کسی باهاش مواجه میشه که یه لحظه احساس میکنه که مثلا نمیفهمینا دارن چی میگن، من چه جواب اینو بدم، چه سوالمو بپرسم، منظورمو برسونم بهشون. این دقیقاً اولین مواجهه‌ای هستش که شما میرسی و نمیدونی بعد چیکار کنی، ولی بعد مثلا چند دقیقه حالا یه نیم ساعت اینا اوکی میشه و خیلی خوبه که کسی یا دنبالتون، این که کسی بیاد اون توی فرودگاه خب خیلی دلگرمی داره، ولی آدم از پس همه چیز برمیاد. کسی که تصمیم مهاجرت میگیره هیچ کس هم نره دنبالش، میتونه راهش پیدا بکنه بره. خلاصه که اصلا نگران این چیزا نباشید. صرفا فقط چیزی بود که من اون لحظه تجربه کردم و اینو گفتم. از فرهنگ و شرایط اونجا چیزی مثلا کمک میکردن یا نه؟ اتفاقا من اصلا نمیدونستم که اون اول مثلا خب پول نفت همش داشتم و نمیدونستم که مثلا اوبر و این چیزا پول نفت قبول میکنن نمیکنن، بعد مثلا فقط آنلاین باشه. خلاصه پرسون اینا، چون نصف شب رسیده بودم ازشون پرسیدم، گفتن که میتونیم با مترو و قطار اون مقصدی که میخوای رو بری بهش برس. یعنی منم همین کار کردم، ولی خب چون چمدون داشتم و کوله پوچی و اینا خیلی سختم بود تنهایی. ولی خب مثلا هم من اینجوریام که حالا بالاخره میرم، مثلا اینا رو همینجوری دستم گرفته بودم داشتم میرفتم و بیشتر جاها هم آسانسور داشتش یا اگه پله برقی بود بالاخره میشد تا یه کاری کرد. ولی خود آدم‌های بریتیش، من کسایی که می‌دیدم خیلی بیشتر از کسایی که افراد خارجی بودن کمک میکردن. یعنی واقعا اصلا اگه تو کمکم نمیخواستی حتما بهت میگفتن، مثلا میخوای یه کمکی بهت بکنیم یا دستی برسونی فلان اینا، و واقعا کمک میکردن اصلا بدون اینکه تو بخوای حتی یه لحظه وایسی مثلا اینجوری باشی که خب من چیکار کنم که مثلا یکی بخواد ببینه تو درمانده ای، اصلا اینجوری هم نباشی و راهتو داری میری میگن که میخوای کمکت کنیم و واقعا کمک میکنن اصلا بدون هیچ چش داشتی و اینا. و اینکه من اون موقع بعد یه تیکه از مسیر رو یه بلیتی میگرفتم، بلیت قطار بعد میگرفتم که نمیدونستم بعد چیکار کنم. حالا جدا از اینکه از آدم‌های خودمون استیشن پرسیدم و اینا، یه جایی بود که اصلا هیچ کس نبود. یعنی واقعا نمیدونم چرا اون موقع هیچ کس توی اون ایستگاه نبودش، ولی یه آقایی بود که حالا اونم منتظر قطار بود و اینا. خلاصه اون به من کمک کرد که از این دستگاه‌هایی که اونجا هست که مثلا میتونی بلیت بگیریم، ولی خب کارت می‌خواست و گفتش که اوکی اصلا نگران نباش، من برات پرداخت میکنم، تو پول نقد بهم بده. و حتی منم خب نمیتونستم پول نقدش چجوری بود که بعد دوباره چنجش برمیگردوند از این صحبت‌ها. خلاصه اصلا شماره‌اش رو بهم داد، شماره حسابش رو، اصلا نگران نباش هر مخاصی اصلا. خب کسی که ببینه تو مهاجری تازه اومدی هیچ شناختی نداری و اینا، خب بازم خیلی جالبه که مثلا اون وسط دیو همچین کمک کنه. و من اصلا این انتظار و توقع رو از آدمای انگلیسی نداشتم با توجه به اینکه چنده بودیم که نه اینا خیلی مثلا خودشونو میگیرن، خیلی فلانن، نجات پرستن. اصلا اینطوری نیستن. یعنی حتی الان توی محیط کار آدم‌های خارجی بیشتر نجات پرستن تا خود بریتیش‌ها، چیزی که من تا اینجا دیدم. اینو موافقم. توی ترکیه هم تقریبا همینه. خب هست آدمای نجات پرست واقعا همه جا هست. تو ایران هم ما حتی یه دونه ویدیو درباره این کامل ساختیم، گفتیم ما ایرانی خودمون بیشتر نجات پرستی میکنیم با قومیت‌های مختلف، مثلا میگیم ترک، لور، کرد، یه همه این چیزا رو خودمون داریم انجام میدیم، ولی با اینکه ما مهربون ترین آدم ها تو کل جهانیم. یعنی از قدیم ایران نگاه کنید، حتی همون تخت جمشید نگاه کنید، خیلی بنیانگذار ترین حکومت توی جهان حکومت ایران بوده، ولی خب یه سری سیاست‌ها باعث شده که یه مقدار طرز فکر و افکار مردم فرق کنه. متأسفانه این قضیه هست. درباره رفتنتون میخوام بپرسم که مثلا به شخص، حالا شاید بعضی از دوستان طرز فکر شما رو داشته باشن، بعضیا نه، عقاید شخصی اون دیگه طرف، ولی خودتون رو میخوام بگید چی شد که به فکر مهاجرت افتادید و چرا انگلیس؟ یعنی دوستی، خانواده کسی اونجا بود یا نه همینجوری خودتون تو اهدافتون بود، تو آرزوهاتون بود و اونو مشخص کردید رفتید اونجا؟ چه جوری بوده؟ اصلا این که اول چرا مهاجرت، یک نمی خب کلیاتش رو تقریبا همه میدونن که چرا مهاجرت و چرا آدم نباید دیگه ایران بمونه. این که یه چیز بیسیکه که خب همه میدونن و اصلا نیازی به توضیح نیست. ولی من خودم هم فکر می‌کردم که حالا بهترین تایمی که بخوام مهاجرت بکنم اینه که حداقلش اینه که من مثلا دیگه ارشد رو واقعا ایران نخونم، یعنی هم که کارشناسی رو خوندم کافیه. چون من تو همون سالهای کارشناسی، سال دوم سوم بودش که دیگه به این فکر افتادم، ولی خب منتظر بودم که درسم تموم بشه و بعدش هم نگران بودم، میگفتم که خب نکنه من اگه کار مرتبطی نداشته باشم یا اصلا از پس خودم مثلا اونجا برنیام و اینا. خلاصه این شد که بعد از مثلا یکی دو سال که فارغ التحصیل شدم و کار مرتبط کردم، بعد به فکر مهاجرت یعنی دیگه چی میگن توتالی کامل افتادم، یعنی دیگه تصمیم قطعیمو گرفتم. وگرنه همیشه تو فکرش بودم، یعنی همیشه اینطوری بودم که نه اینجا جایی نیستش که آدم بخواد بمونه و آینده‌ای بخواد بسازه. هرچند که خب خانواده‌مون اونجا هستن، یعنی اینو مشکلی که همه دارن، ولی خب یه کارش همیشه کردم. تمام فکر من این بود که یعنی هنوزم هست که هر چه زودتر و هر موقع که خودم کاملا تونستم اینجا بیوکش همه چیو بمونم و اینا، به یه نحوی به یه طریقی خلاصه بتونم که خانواده‌ام رو حتما بیارم که اونا مدت که حالا دبستان رو هم اینا بودم، اون تا ما ایران نبودیم، ما دبی بودیم و اون موقع به خانواده رفته بودم. و اینکه میدونستم که به هر حال ایران جایی نیست که من میخوام بمونم، به خاطر همین همیشه تو فکرش بودم، ولی خب میترسیدم که مثلا تنهایی و اینا حالا چیکار کنم. و بعد اون طرف میگفتم که نه خب هر چقدر بیشتر طول بکشه من شاید سخت‌تر بتونم با اون محیط آداپته بشم، پس زودتر بعد این کار انجام بدم. بعد کلا هم خب من هر چی زندگی کمتر مثلا مهاجرت بکنم یه سری قوانینی به نفعشه، مثلا یه سری چیزا تا مثلا 24 سال 25 سال اینا هستش اینجا. اروپا هم همینطوریه. حالا برای همین اینجوریام که حتما زودتر یه کاری بکنم. بعد اول اصلا به فکر فرانسه بودم، چون که هر جایی میرفتم برای مشاوره و پرسش و این چیزا که مثلا کجا خوبه که آدم مهاجرت بکنه، این اصلا هیچ مقصدی اصلا تو ذهنم نبود اولش. یه کمی به همون دبی فکر می‌کردم که چون خب تجربهشو داشتم، ولی بازم اینجوری بودم که خب بازم الان این خاورمیانه است، من می‌خوام یه تجربه متفاوت‌تری داشته باشم و فکر می‌کنم که باز آینده اروپا از خاورمیانه هرچی باشه بهتره، حداقل استیبل‌تر، جنگ نمیشه. و اینکه این شد که گفتم خب مثلا یه کشور حالا اروپایی، و اصلا آمریکا هیچ وقت تو فکرم نبود، هنوزم نیست. خیلی این شکلیه که بریم مثلا انگلیس، بریم کانادا، بریم یه جای دیگه، بعد بریم آخر سر آمریکا، یعنی مقصد نهاییشون آمریکا است. ولی من نه، حالا هر کسی نظر شخصیشه ها، من خیلی فن خیلی آمریکا نیستم هنوزم. بعد آره خلاصه تو فکرم فرانسه و یکی از دلایلش هم که دوستام بودش که این برادرش فرانسه بود، پدرش فرانسه درس خونده بود و خلاصه اینا، و این خیلی دلش خواست که بره اونجا، آخرم رفت و حالا هنوز با هم در ارتباط هستیم. شاید حالا اونم بعداً تو ویدیوتون بخواد. چرا که نه، اگه مایل باشن حتما. یعنی من هدفم اینه که دوستانی که میخوام مهاجرت بکنن یه اطلاعات نسبی داشته باشن. الان حداقل کانالم به یه حدی رسیده که دوستان میان نگاه میکنن یا ویدیوام واسم دیگه فوروارد میکنن، چون زاویه دید من با بقیه یوتیوبرها یه مقداری فکر می‌کنم فرق می‌کنه، به خاطر همین جلب توجه داره می‌کنه و وقتی دارم نگاه می‌کنم اطلاعات کامل بهشون برسه. من حالا هدفم از روز اولم این کانال زدم فقط ترکیه نبود، من اومدم اینجا یه سری مسائل دیدم چطور دارن سر مردم کلاه می‌ذارن، چطور دارن مردمو اذیت می‌کنن و اینجا هر اطلاعاتی می‌خواستید می‌گفتم پول، سلام می‌کردید پول. یعنی واقعا خیلی شرایط سخت بود، حتی واسه اقامتی که حالا به پول اینجا می‌تونم بگم، حالا پول ایران تقریبا دو برابر اینجا حساب میشه دیگه. اقامتی که من اون موقع با 800 لیر میتونستم بگیرم، به من 16000 لیر قیمت داده بودن. ببین چند برابر. این داشتن سلام کلا میذاشتن رسما. حالا من شانس آوردم حرفشون گوش نکردم، خودم پیگیر کارا بودم، زبان ترکی بلد بودم، خیلی جلو بود. حالا اونجا من میپرسم ازتون نقش زبان چقدر تاثیر داره. ولی دوستا دیگه هم باشن توی این ویدیوها شرکت داشته باشن، بیان با هم دو تا ویدیو بگیریم، خیلی عالی میشه. حالا به این دوستتون هم بگید اگه مایل بودن این ویدیو رو نشون بدید بهشون، اگه دوستشان حتما بیان در مورد اون کشور شرایط اونجا بگن، در مورد خودشون بگن. شاید این ویدیو به درد یک نفر حتی بخوره، خیلی ارزش داره. در مورد زبان الان گفتم، من خودم اومدم ترکیه، این زبان واقعا یه گره خیلی بزرگی تو زندگی من باز کرد. تا همین الان هم دارم استفاده میکنم. هر اطلاعاتی، هر پیشرفتی هم داشتم به لطف این زبانه بوده که تونستم خودم رو وقف بدم به جامعه و اطلاعات کسب بکنم. اطلاعات از منبع‌های فارسی خیلی درست نمیرسه اینجا. میگم همون باز برمیگرده به اون یه خورده شیطنت‌های افراد که میخوام پول بگیرن. ولی خب من از منابع ترک دارم اطلاعات کسب میکنم و مستقیم با ترک‌ها دارم کار میکنم. بخاطر این یه ذره اطلاعاتم کاملتر و راحت‌تر زندگیم پیش میره. حالا اونجا زبان چطور بوده؟ چقدر کمکتون کرده؟ بازم احساسی کمبود زبان دارید، میخواید کلاس برید یا نه؟ اوکی، تکمیله. با چه سطحی بچه‌ها بیان خیلی بهتره، هم واسه دانشگاه هم واسه زندگی کلا. ببین نمیشه گفت واقعا اصلا زبان مثلا اینجوریه که بیای تو محیط حالا یاد میگیری. اینو خیلی میشنویم. دقیقاً. داری مخالفشم. یعنی شما اگر تا یه حدی اصلا اینو مثلا اینجوری باشه که خیلی بیسیک باشی بعد بیای اینجا که اصلا اذیت میشی، چون که اولا لهجهشون خیلی متفاوته و انگلیسی که بیسیک یاد میگیری یه چیز خیلی عادیه با همون لهجه ایرانی خودم. خب نه اصلا اون که هیچی. اگه باز یه مقدار ادوانس باشین خب نه، حالا باز ذره بهتره و مثلا یه مقدار زمان میبره، ولی حداقلش اینه که متوجه حرفایی که بقیه میزنن هستین. نهایتش اینه که شاید خودتون حالا توی اون بحثا شرکت کنی یا نظرتون رو بگین یا منظورتون رو درست مثلا بخواید برسونید یا حتی بخواید دوست اینا پیدا بکنید، چون که این دوست پیدا کردنه یکی از چیزایی که واقعا به نظرم کسی که مهاجرت میکنه باید حتما این کار انجام بده، چون یه نفری میای و تمام دوستاتو همه چی رو میذاری اینجا، باید یه کامیونیتی تشکیل بدی و اگه نتونی ارتباط بگیری خب افسردگی میگیری، خیلی بده. برای همین یه زبان خیلی مهمه. مثلا توی دوست پیدا کردن اینا باید حداقل روی زبان تسلط داشته باشی که بتونیم بعد از اینکه حالا تسلط داری تازه بیا یه سری اسلنگاشون رو یاد بگیری. اسلنگو نمیشه توی، من احساس میکنم که اسلنگو این چیزا رو فقط در حدی که بشنوی و به گوش خورده باشه میتونی تو ایران یاد بگیری، ولی اینکه بخوای ازش استفاده بکنی و اینا رو همینجا میتونی اون رو یاد بگیری. آره اونو واقعا بشه توی محیط یاد گرفت و ببینید تو چه جور موقعیتایی ازش استفاده میکنن، تو ذهنت میمونه بعدن تو هم میگی. ولی اینکه کل زبانو بگی که نه من میرم مثلا کلا توی محیط یاد میگیرم و مثلا همونجا اوکی میشه و اینا، به نظر من اصلا نهایتش اینه که یه مقداری به لهجهشون عادت میکنی. مثلا آره شاید به لهجه مثلا بریتیشون بتونی درست یاد بگیری، نه به گوشت خیلی آشنا باشه مثلا حتی موقعی که داری یاد میگیری اینا. ولی مثلا من حالا دوستاری داشتم که اینجا یک ماه اول شاید یه مقدار سختشون بوده که متوجه بشن اینا چی میگن، هرچند که خیلی آدم‌های صبوری هستن، یعنی خودشون میدونن که لهجهشون برای همه آشنا نیست. اگه بفهم متوجه نشدی دوباره آرومشو میگن. یعنی مثلا تو فقط کافیه که یه ذره هنگ کرده باشی یا مثلا بهشون بگی که ممکنه ریپیت کنی ذره واسه میگن دوباره، اصلا چیز نیست. خیلی آدم‌های صبورین، دوباره تکرار میکنن. یا من الان مثلا جایی که الان خودم هستم صاحب خونم با من زندگی میکنه، یعنی اتاق دخترش که از اینجا رفته رو به من اجاره داده و من با اونم با من خیلی کلا آروم صحبت میکنه. البته الان بهتر شده ها، ولی کلا سیستمش اینه که حتی خودشون چون استاد دانشگاه بوده اینا که یه مقداری از بقیه‌شون آروم‌تر و شمرده‌تر صحبت میکنه. مثلا بقیه‌شون خیلی تون مثلا نصف چیزا رو نمیگن و اینا، ولی این خیلی خوب. مثلا من حتی دخترش هم که دیدم اصلا دخترش واقعا نمیتونه بفهمه چی میگه، یعنی بعد از هر یه پاراگرافی که میگه یه ذره مکس بعد بکنی آها بعد، ولی خب اون رفته پاراگراف بعدی. یعنی یه ذره اینایی که نسل جدیدشون هستن اونا سخته باهاش ارتباط برقرار کردن. مثلا توی همین سر کار اینا خیلیا هستن که پدر مادرشون اینجا مهاجر بودن، اینا الان اینجا یعنی همینجا به دنیا اومدن، بعد اینا واقعا خیلی عجیبه. یعنی من خودم شاید حالا به مرور بگذره راحت‌تر بشم باهاش ارتباط برقرار کنم، ولی اصلا یک خیلی خب چیزهای متفاوتی اینجا داشتم. درجهشون فرق داره. خب اونا یه چیزی سبک دیگه‌ای بزرگ شدن واقعا خیلی فهم کنی. مثلا حالا ما تو بچگی هر چی که نوستالژی داشتیم هر چی تو فکرمون بوده اینا یه چیز دیگه‌ای دارن، در نتیجه تو اسلنگا و تو حرفا و توی منظورایی که به هم می‌خوام برسونن از همونا استفاده می‌کنن، برای همین تو نمی‌فهمی چی میگن، میدونی چی میگن. ولی خب به مرور اگه من اونا رو بفهمم چی بوده اوکی میشه. خیلی خوبه. سوال بعدی اینه که شما مراحل رفتنتون به چه صورت بوده؟ خودتون اقدام کردید یا نه از طریق آژانسی کسی اقدام کردید یا راهی هستش که از طریق مثلا سایتی دانشگاه خودشون اقدام بکنن، پول به وکیل ندن. حالا وکیل گرفتن اینا نمیگم بده یا خوبه، ولی خب بالاخره یه سری دیتاها داره دیگه، یه کاری داره انجام میده. ولی افرادی هم هستن اینجا این وسط که فقط پول میگیرن، واقعا کار انجام نمیدن. خیلی کم آدمای درست کار. به خاطر میگم اگه راه مستقیمی هست، راه مستقیم پیشنهاد بدیم، اگه نه باز مثلا بگیم پیش افراد برن دیگه. خب ببینیم حالا توی اون سوال قبلی که داشتین پرسیدین که اصلا چی شد انگلیس و اینا، من میگم اصلا اولش داشتم فکر می‌کردم که برم فرانسه و بعد زبانش رو حتی خوندم تا به یک اینطورا هم خوندم، ولی بعد اصلا کنسل شد کلا و گفتم که یعنی میدونید ته دلم هیچ موقع فرانسه تو نبود. مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا من بخوام یه روز برم فرانسه. مثلا شاید چه می‌دونم سوئیس و اینا رو خیلی دوست داشتم، ولی فرانسه رو اصلا. مثلا خیلی مثلا فنشن که نه، حالا ما برج ایفل، پاریس اینا مثلا من نه. بعد خلاصه یکی از دوستانم یهویی گفتش که آره من پارتنرم می‌خواد اقدام کنه برای انگلیس و تحصیلی و اینا. بعد انگلیس اصلا یه چیزی بود که من هیچ وقت بهش فکر نمی‌کردم، از این لحاظ که برای من رویا بود. یعنی فکر می‌کردم مثلا کسی که بخواد بره انگلیس اصلا خیلی سخته مسیرش و فلان و اصلا نمیشه و حالا کی ویزای انگلیس میتونه بگیره. و بعد دیدم که نه، مثلا تحصیلی خیلی هم راحت میشه اقدام کرد و فقط باید پول تحصیل تو بدی. یعنی اینجوری نیستش مثلا برای آلمان و فرانسه و اینا میتونی بورسیه بگیری، ایتالیا و اینا، ولی انگلیسی مسئله رو داره که اصلا بورسیه کلا تقریبا نمیکنه و همه چیزش پولیه. یعنی کافیه که شما فقط پول بدی میتونی بیای تحصیلی. خیلی سیستمش این شکلیه. یعنی همین الانم هم که اینجا هستیم هر کاری بخوای بکنی فقط پول بده، همه کارو بکن. یکم این مدلی هم سیستم ایران خودمون داره. ولی حالا میگم این شد که یعنی من تصمیم گرفتم که بیام انگلیس، چون که خب هم زبانش انگلیسیه، هم که راحته و هم که من واقعا انگلیس رو دوست داشتم. اون سیستم و فرهنگشون رو خیلی بیشتر از آمریکا دوست داشتم و اینکه خب یکی از بهترین کشورهای اروپا و خیلی چیزای دیگه. یعنی و اینکه فهمیدم که ارشدش که مثلا تحصیلی بخوای بیای، ارشدش فقط 1 ساله، 2 ساله نیستش، 3 ساله نیستش، نمیدونم حتی دکتراش 3 ساله است، 5 ساله نیستش. و خب اینا مزیت‌هایی بود که من احساس کردم که خب چرا که نه، خب انگلیس خیلی خوبه، برم در موردش بیشتر بپرسم. جایی که من کار می‌کردم، شرکتی که بودم، یک بخشی از شرکت گوتوتیار بود که خودش مهاجرتیه. برای همین خب اونجا بچه‌ها بودن که بخوام من ازشون بپرسم و من کار رو با شرکت انجام ندادم، کار مهاجرتم رو پروسم رو، ولی ازشون خیلی کمک گرفتم، ازشون پرسیدم و به هر حال به عنوان همکاران بهم کمک کردن و خیلیاشم از توی گروه مثلا پرگار یا همین دوستایی که میشناختم که اونا هم مهاجرت کردن یا همون که گفتش که من پارتنرم مهاجرت کرده اون خودش هم رفت، از اون مثلا میپرسیدم. این خلاصه با پرس‌وجو اینا میشه حلش کرد. اصلا اینجوری نیستش که وای نه یه چیزیه که اصلا نباید مولاده ازش بره، من خودم که نمیتونم پس بسپرم به یه دسته یه نفر دیگه. حداقل برای تحصیلی به نظرم اتفاقا خیلی هم خوبه که شما خودت انجام بده، چون اگه شما خودت از پس همچین پروسه‌ای برنیای، بعدا میای اینجا کارهای دیگه ای داره پشت سرش، اونا رو هی بعد به اون شخصی که حالا بیا اینا رو انجام بده، انگار که همش بعد نمیخوام بگم، ولی انگار مثلا همش به آرزوی یه نفری پشتی. و خودت وقتی اگه بتونی مثلا چیز کنی خیلی جلو میافتی و خیلی بیشتر سر در میاری که اصلا همه چیز چجوری کار میکنه اینجا، تا اینکه هی بخوای وابسته باشی به یه نفر سوم. خلاصه به نظر من حداقل برای تحصیلی این شکلیه که آدم خودش میتونه همه کارش رو انجام بده. حالا مثلا برای نمیدونم مثلا استارتاپ و ثبت شرکت و اینا ممکنه یه ذره سخت‌تر باشه، ولی به نظرم حتی همونم کسی که میخواد ثبت شرکت بکنه خب اونم باز خودش انجام بده خیلی بهتره. یعنی ما ایرانی ما همه کار میتونیم واقعا انجام بدیم، چیزی نیستش که محیطی وقتی بودیم ما اساس همه چیز برمیاییم. و اینکه خب آدم همیشه مشاوره بگیره و کمک بگیره بپرسه خب خوبه، آدم قوانین اونجا رو نمیدونه، ولی من همیشه حرفم اینه که آدم کل کار رو به کسی نسپره، کمک بگیره، مشاوره بگیره. من همین کارو کردم، مثلا برای SOP نوشتن و همون انگیزه نامه و حالا CV نوشتن اینا رو کمک گرفتم واقعا. مثلا ترتیبش، فرمتش باید چه شکلی باشه، ولی در نهایت اون کاور لتری که بعد نوشتم، نمیدونم مدارکمو همه رو خودم بردم ترجمه کردم آوردم، نه از دانشگاه بگیرین کار کن کار کن، اپلای بکن دونه دونه به دانشگاه‌ها، ایمیل بزن، اینا رو همه رو خودم انجام دادم. و پروسش هم همینه که شما دیگه همه فکر کنم میدونن دیگه، شما مدارکت آماده می‌کنی، مدارکش فقط مثلا هم مدرک تحصیلیته و مدرک دبیرستان و دانشگاهی رو چیز دبیرستان پیش دانشگاهی رو نمیخواد، فقط آخرین مدرک دانشگاهیت رو میخواد که احتمالاً همه کارشناسی‌ان. اگه بخواید حالا برای ارشد بیان، پاسپورت، SOP، کاور لتر و عکس میخواد، عکس بیومتریک. واقعا تو سی وی اش اینا اصلا عکس نمیذارن. آره اینو شنیده بودم. بعد تو ترکیه خیلی عکس میخوام، میگم باید باشه حتما. نه اصلا اینجا این شکلیه که مثلا تو داری سی وی تو و اسکیلاتو به اجرا میذاری، مثلا چرا باید عکستون وسط باشه؟ ما نمی‌فهمیم از ظاهر قضاوت نکنم به خاطر همین. آره حالا فکر می‌کنم همینا بود مدارکش، خلاص همینا رو هی هر سری توی هر دانشگاهی که می‌خوای آپلود می‌کنی. مرحله اولش هم اینه که شما دانشگاه‌ها رو می‌تونی بر اساس رنگ کیواسشون بگردی پیدا بکنی. اون دانشگاهی که اگه دانشگاه خاصی مد نظرته که خب هیچ، اگه فقط رشته خاصی مد نظرت رشته رو سرچ می‌کنی ببینیم چه شهرایی هستش، چه دانشگاه‌هایی داره، رنگ‌هاشون چه شکلیه، مبالغ و هزینه‌هاش چه شکلیه، یک ساله است یا دو ساله است، اگه یک ساله است هزینه‌اش چجوری میشه. بعد همین اینا رو که میگردی پیدا می‌کنین، آخر سر برای هر کدوم اپلای می‌کنین، بعد بهتون ایمیل میزنن، کلا همه چیزام دیگه با ایمیل دیگه از اون به بعد ایمیل میزنن و میگن که مثلا حالا شما پذیرش یعنی اوکیه، مثلا بیاین بقیه مراحل رو سابمیت ببرید و اینا. ممکنه سری دانشگاه‌ها مصاحبه داشته باشن توی اون مرحله نهایی، وقتی مصاحبه میشین یعنی دیگه تمومه دیگه اکثرا، یعنی کسی من تا حالا ندیدم از مصاحبه بخواد رد بشه، من اینکه دیگه خیلی مثلا اطلاعاتش کامل نباشه و اینا. آره همین خلاصه مصاحبه میکنن، بعد میگن که خب که دیگه حالا بیا مثلا یه دیپازیت ازت میگیرن، دیپازیت شهریه دانشگاه رو میگیرن و بعد هم چقدر از این دانشگاه خیلی متفاوته، یعنی از دانشگاه و شهر و رشته نه همه میتونه تاثیر بذاره و متفاوت باشه. بدونم که رشته پزشکی از همه گرونتره، بعد ها رشته های مهندسی و بیزنس هستش، در مورد مثلا رشته های حقوقی و هنری نمیدونم واقعا هیچ چیزی ندارم اونا، ولی میگم مثلا توی حال شهرهای مختلف هم باز متفاوته، مثلا شما اگه یه شهر کوچیک‌تری دانشگاه بری هزینه‌اش احتمالاً خیلی کمتره، یا اگه که رنگ دانشگاه پایین باشه، دانشگاه جدیدتر تأسیس شده باشه شهریه‌اش کمتره، ولی مثلا تا به نسبت مثلا چرا دانشگاه منچستر مثلا یا دانشگاهایی که توی لندن هستن اینا خب گرون‌تر، ولی میتونم بگم که از بیسش تقریبا مثلا شاید خیلی کم باشه و اینا از 9-10 هزار شروع میشه سالانه تا دیگه نمیدونم 30-40 هزار اینطوری. دانشجو میتونه کارم بکنه اونجا دیگه. از این لحاظ قوانین اینطوری کار میتونه بکنه، ولی اجازه کار 20 ساعت در هفته فقط داره، بیشتر از اون قانونی نیستش اگه بخواد پولی اونجوری به حسابش ریخته بشه. ولی اینجا کار کش میشه انجام داد، یعنی کار کش این هست که بری شما بهت پول نقد بدن و اون پول نقدی که بهت میدن مبلغش از اون ساعتی که مثلا قانونی هستش کمتر. مثلا اگر ساعتی 10.5 هستش که حالا البته الان یه مقدار بیشتر شده چون الان از اون برای اپریل هستیم، مثلا حالا اونایی که کشن هند میدن کمتر 8-9 اینا میدن مثلا ساعتی، شاید حتی کمتر، بستگی داره که کجا بخوای کار کنی چیکار بکنی. ولی اینو بگم که در مورد کار جنرال فقط میتونین انجام بدین، کار تخصصی یه مقداری پیدا کردنش سخته به عنوان پارت تایم. شما وقتی میخوای پارتنر، یعنی هر چی که اپلای می‌کنی همشون اینجوریه که ما تو فول تایم می‌خواستیم، تو خیلی خوبی خیلی خفنی اصلا سابقه داری اصلا همه چی، ولی ما فول تایم تو رو لازم داریم و چون ویزا تحصیلی هستش نمیتونی بیای، مثلا پارت تایم ما نمیتونی قبول کنی. خیلی کم پیش میاد، ولی اینجوری نیست که نشدنی باشه، بالاخره ممکنه یه نفری پیدا بکنه و گیر بیاره، خیلی هم عالی، ولی اصولا 90% اینطوریه که کار جنرال باید انجام بدن. میشه مثلا کسی به عنوان دانشجو بیاد اونجا، ولی خب مثلا یه چند ترم هم دانشگاه رو بره حتی، بعد تغییر بده موضعش رو کاری اقدام بکنه، این دانشگاه رو کلا رها کنه بره کاری، میتونه همچین کاری کنه ویزاشو بگیره؟ من فکر کنم من تا جایی که شنیدم انگار که نمیشه، شما حتما باید تحصیلت رو تموم بکنی، یعنی باید تحصیل تموم بشه. بعد چرا؟ چون که اون ویزایی که شما گرفتی در واقع دانشگاه اسپانسر شما شده و انگار که دانشگاه ویزا رو به شما داده، پس باید حداقل اون تموم بشه و بعد از اون شما 3 ماه فرصت داری که ویزات رو تغییر بدی یا برگردی ایران. اون توی اون 3 ماه میتونی اون وقت ویزات رو تطبیق کاری بکنی یا ویزای فارغ التحصیلی بگیری یا حالا ویزاهای دیگه، حالا هر چیزی هر چیزی که بخوای بکنی بعد از اینه که مدرکتو گرفتی و درس تموم شده. درست، خیلی قانونمند، خوبه. توی اینجا ترکیه اونجوری نیست، راحته، طرف دانشجوی میاد اصلا وسط کار ول میکنه، میره خونه میخره، اقامتش رو خونه میگیره یا شهروندیش رو خونه میگیره، یا میره از اون ور مثلا اجازه کار میگیره توی یه جا دیگه کار میکنه، ولی اسپانسر دانشگاه نیست اینجا ایران است. آره ولی حالا اینو باز حالا باید بپرسن دوستان، من خیلی اینو مطمئن نیستم، ولی تا جایی که شنیدم و حتی یکی از بچه‌ها می‌خواست این کار بکنه گفت مثل اینکه این شکلیه که فعلا درس اون باید تموم بشه حتما، یعنی الان 1 سالش باید تموم بشه و بعد و اینکه ولی یه کاری که اینجا میشه کرد متاسفانه و خیلی ها این کار انجام میدن اینه که فقط دیپازیت رو میدن، حتی مبلغ شهریه کامل رو هم نمیدن. خب دیپازیت رو میدن اینجا، بعد از مثلا 1 ترم یا حالا اصلا حتی همون اوایل هر چی میرن و اعلام پناهندگی میکنن. اون کار رو میشه کرد، ولی ویزا بخوای تغییر بدی فکر می‌کنم نمیشه. حالا این ربطی به ویدیو نداره، ولی خب دوستان پناهنده هم دارید اونجا، اگه دوستش این ویدیو بگیریم با هم دوستان پناهنده داریم. شرایط اونجا رو بدونم، حتی دوستانی که تو ترکیه هم بود درخواست کردم ولی خب نخواستن چهرهشون مشخص باشه خیلی، چون ترکیه جایی نیست شاید موقع پناهنده بشه، تازه با افتخارم یه جوری دیدم بگه. اونجا اگه کسی بود بهم بگید ممنون میشم. حالا اونو جدا از حالا این ویدیو، حالا اونو خیلی نمیدونم، حالا اینا بهتون میگم. حالا کسی که مثلا بخواد تو ذهنم باشه که پناهنده باشه، من همه الان دوستام از دانشگاه هستن، ولی هم که اینجا خیلی پناهنده میشن و نمیخوام حالا اینو میذارید یا نه یا بگیم ان تو ویدیو اینه که اگه اوکی باشه بذاریم، اگه نخواید نمیذاریم. خیلی ممکنه که تغییر بدن و برن پناهنده بشن که اونم چون دلیل خیلی زیادی داره. اینکه قوانین اینجا کلا یه مقدار سختگیرانه هستش، برای دانشجوها سختگیری زیاده و علتش اینه که الان خیلی اینطور شده، قبلا اینجوری نبود. الان میخوان که دیگه حجم مهاجرها رو کمتر بکنن، ولی نمیدونم چرا که کاری به پناهنده ها ندارن و فقط میخوان که افرادی که قانونی میان رو دارن نگاه جلوشون رو میگیرن. این نمیفهمم برعکسه، واقعا نمیدونم چرا. ولی کسی وقتی وارد خاکشون شده، مخصوصا کسایی که با ویزا اومده بودن، نه اونایی که مثلا سر آب و اینا اومدن، اونایی که با ویزا اومدن و بعد که الان پناهندگی میکنن، اونا خیلی راحت‌تر جواب مثبت میگیرن و راحت میمونن و اینا، و قوانینی که برای اونا هستش چیزای خوبه، یعنی واقعا بنفیت‌های خیلی خوبی داره. بهشون خانه‌های کانسیلی میدن. اینا رو حالا من چون اقدام که نکردم و خیلی هم کسی نزدیکم نیستش که بخوام دقیقش رو بدونم، چیزایی که شنیدم اصلا. آره بهشون خونه میدن، تکس نمیدن، نیازی به کار کردن ندارن توی اون مدتی که منتظرن جوابشون بیاد. که هر چند خوب میرن کار سیاه و همون کشین هند انجام میدن و بعد از اینکه جوابشون هم میاد، بعد از یه مدت انگار میتونن اقدام بکنن برای پاسپورت و تمامش میشه و دیگه راحت هر کاری که بخوام میتونن بکنن. ولی پروسش برای دانشجوها خیلی سخته. اولا که خب این سختگیریه، ساعت محدودیت ساعته هستش. بعد از همون پول که همینجوری هی میگیرن که هیچی، تکس هم هی باید بدیم. بعد نمیدونم خب اجاره ها خیلی بالاه اینجا و حالا باز مثلا خب شهرهای دیگه شهرش بهتره ها، ولی حالا کلا هزینه رفت آمد خیلی زیاده. به اونا از این کارت یه سری کارتایی میدن که برای رفت آمدشون تقریبا یا نصف میشه یا هیچ انگار نمیدن. خلاصه شهرشون خیلی خوبه. ولی این بودن این قضیه ذره خوبه واسهتون، اگه یه وقت آدم گیر بکنه اتفاقی بیفته یه پلن بی داره. دقیقاً همین میشه در نظر گرفت که ما نتونستیم و هیچی نشد و فلان اینا، تهش پناهنده میشیم و اسمش فقط اینجا خیلی بده، وگرنه انقدر شرایطش خوبه که تقریبا خیلی ها این کار میکنن. اسمش میگم بد دیده میشه، ولی تو ترکیه واقعا خیلی محدودن. حالا من چند نفر دم سفارت فقط دیدم که واقعا بریده بودم، میخواستم برگردم ایران، یعنی شرایطشون نبوده باشون ویدیو بگیرم تو اون لحظه، چون داشتم بلیط میگیرم سریع برگردم. شخصی بود که 7 سال اینجا بود، شخصی بود 8 سال اینجا بود، 10 سال اینجا بود، چند نفر دیدم 3 4 سال بود اینجا بودن و این بیشتر اینایی که داشتن برمیگشتن زبان بلد نبودن، یعنی مسئله زبانه رو داشتن. بعضیشون هم به خاطر دوری از خانواده دیگه داشتن برمیگشتن. ولی واقعا اینجا به ایران خیلی نزدیکه، یعنی دردسری که شما اونجا دارید واسه اومدن خانواده، اینجا هیچ کی واقعا نداره. انگار تاکسی سوار میشه 3 ساعت و نیم اینجاست خانواده‌اش، نه ویزا میخواد نه چیزی. ولی خب این قضیه اینجا هم هست دیگه، میان اینجا پناهنده میشن ولی اینجا آپشنی واسهشون نداره، باید وایسن، هیچ خدماتی بهشون درست درمون نمیدن تا اینکه کشور سومی اینا رو قبول بکنه. یعنی اینجا پناهنده پذیر اصلا نیست ترکیه. میرن توی کمپای یوان میمونن، اینجا اوکی شد میفرستنشون میرن، که معمولا اوکی نمیشه از داخلی اینجا، میمونن همینجا. اینجا لباس شهرشون خیلی خوبه و من هر ایرانی دیدم که اینجا پناهنده بوده و مثلا حالا سالها پیش اومده، الان خیلی خوب داره، چون که حتی سیستم درآمدزاییشون متفاوت هستش و کسایی که قانونی کلا میان میمونن و اینا. مثلا الان ما برای مرحله بعدی من باید ویزامو تجدید بکنم به یه ویزای دیگه. برای اون ویزا اگر ویزام کاری نباشه، حالا میخوام برم روی ویزای گلوبال تالنت یا ویزای هم گریجویت، برای اینا بعد دوباره پول بدم، مثلا 3000 تا بعد دوباره واسه ویزای گریجویت بدم. و کسی که پناهنده میشه خب اون پولو نمیده، کلی سیو میکنه، بعد دوباره خب سریعتر اقدام میکنه واسه پاسپورتش. تازه میدونی این چیزا هست و تکس نمیده، یعنی خیلی جیب آدم خیلی سیو میشه کلا. برای همینم خب اینا خیلی در آینده آدمای پولدارتری. من هر کسی که دیدم ایرانی خیلی پولداری بوده، تقریبا میتونم بگم که 90%شون پناهندگی اومده بودن، یعنی اومدن یا حالا پناهنده شدن. حالا اگه اوکی بودید بعدها یا بعدن، چون خیلی میدونم سرتون شلوغ دانشجویی و حجم کارتون اونجا یه جوریه که نمیرسید به خیلی چیزا، ولی حالا اوکی بودید یه ویدیو دیگه مجزا درباره کلا دانشجویی صحبت کنیم و 0 تا 100 بگیم به چه صورت سایت ها رو معرفی کنیم. حالا تو این ویدیو هم اگه شد چند تا از سایت هایی که میتونن خودشون اقدام کنن هم بگید اگه دیتاشو دارید، اگه باید در بیاد که هیچ، بعدم هم بگید من تو دیسکریپشن میذارم، مشکل نداره. سایت خاصی نیستش، یعنی چی مثلا همین، فقط شما نیاز هستش که توی QS رنک دانشگاهت رو ببینی، چون یه مقداری بر من یادم اومد گفتن که حالا برای اینکه بخوای ویزا بشی پذیرش رو درست از دانشگاه میگیری، خب ولی مسئله اینجاست که، و اینم بگم که وقتی شما پذیرش از دانشگاه میگیری دیگه نگران ویزا شدن نباشین، شما انگار که ویزا شد، یعنی دیگه اون پروسه اون طرفش اوکی، فقط اون تمکنه و این چیزا یه مقدار تریکی هستش اون. ولی برای ویزا گفتن که اون دانشگاهی که ازش دارین پذیرش میگیرین رنکش بالاتر، یعنی بیشتر از 800 نباشه، مثلا یا رنک 1000 1200 اینا نباشه، حتی 800 هم نباشه بهتره، قبل کمتر از اون باشه. آره که مثلا بگن شما واقعا دارین تحصیلی میخواین برین، اینجوری نیست که میخواین برین و ول کنین و این چیزا. برای همین فقط شما نیاز هست که رنک QS رو ببینید و همین برین تو سایت خود دانشگاه، اون دانشگاهی که میخواین. یه سایت معروفی الان تو ذهنم نمیاد الان. حالا مشکل نداره، واسم توی واتساپ بفرستید، من تو زیر ویدیو میذارم، بچه‌ها خودشون میرن نگاه میکنن، خودشون سرچشون رو میکنن. مورد بعدی که میخوام ازتون بپرسم در مورد حالا کارینا بعداً دوباره میپرسم ازتون، ولی چیزی که مهمه اولویت داره و همیشه آدمو باش درگیره محل اقامته، یعنی خونه است که خونه ای بخوان اجاره کنن به چه صورته، باید حتما هم خونه بشن یا میتونن واسه مالی اجازه میده که خونه تکی بگیرن، این چه جوریه و از چه سایت هایی باید بگیرن؟ اگه سایتی هم میدید اونم به هم دو واتساپ بگید، همینجا بگید که دوستان ببینن. اینجا برای اقامت شما همون اولش که میخواین بیاین، اگر کسی رو دوست داشته باشین که چقدر عالی، کلی جانو میفتین واسه اون اولش تا بخواین جای نهاییتون رو پیدا بکنین. اگر نه یک سری جاهایی هست به نام Airbnb، همون نوشتم شاهدتون میگم Airbnb، و اینا یه سری خونه هایی هستن که شبیه مثلا جواب اینایی که تو ایران بود، خب یه همچین جایی شما میرین اونجا رو مثلا یه هفته 10 روز هر چقدر که میخواین اجاره میکنین. حالا ممکنه که اونجا یک فلت کامل باشه دیگه، اون متفاوته دیگه، میتونی یه فلت کامل باشه یا میتونی شما فقط یه اتاقش رو اجاره بکنی، اتاق دیگه هم باز افراد مثلا همین مدلی هستن. خلاص همین، شما میرید اونجا اقامتتون رو دارید مثلا یک هفته 10 روز هر چقدر، و توی اون مدت میگردین دنبال جایی که میخواین کاملا دیگه بمونید. خیلی ها از ایران حتی این کارو میکنن که مثلا از ایران میگردن دنبال اون خونه‌ای که میخوان اجاره بکنن کاملا، ولی من احساس میکنم که یه مقداری شاید ریسکی باشه، چون که شما محلش رو نمیتونی ببینی از روی عکس، از روی عکس خود خونه رو میبینی، محله رو نمیبینی، تمیزی و بوی خونه رو متوجه نمیشی، حالا که صرف مهم باشه. و اینکه اینجا یه چیزی که هستش به خاطر رطوبتش یه سری خونه ها کپک داره که اونا هم باز خوب مشخص نیست، یعنی دیوارا مثلا ممکن کپک بزنه، یه سری خونه ها واقعا این مدلی اونها که قدیمیه و اینا، و مثلا شهرهایی که ساحلی تر هستن. آره خلاص، اینا رو نمیتونی از روی عکس ببینی، هر چقدر هم که همه چی گل و بلبل باشه توی عکسه و یا حتی براتون مثلا فیلم بفرستن، این چیزاشون به نظر من که نمیتونی متوجه بشین، و آدم وقتی توی خود اون چهار دیواری قرار بگیره خیلی حسش رو بهتر درک میکنه تا اینکه فقط از روی عکس و اینا. حداقل باید 1-2 روزو بگیرن دیگه. من خودم استانبول مثلا میگم بیاید 1-2 روز هتل بمونید یا برید یه جا رو بگیرید روزانه، بعد بگید دنبال جایی که میخواید واقعا مستقر بشید. اینجا هم هستش، اینجا هم داریم خیلی استفاده می‌کنم، حتی ویدیوش هم ساختم گذاشتم توی کنم. ولی خب حساب بانکی میخواد که خیلی از دوستان ندارن. البته ترکیه راحت باز میکنم، با پاسپورت میتونم باز کنم، ولی خب اونجا رو نمیدونم. حالا در مورد اینم صحبت میکنیم. حالا برای گرفتن اون آره خب، حالا باز اگر که بتونین با یکی ارتباط داشته باشین که اون براتون مبلغش رو واریز بکنه اوکی، اگر نه یه بانکی هستش به نام رولوت، شما میتونه این بانک رو از ایران ارتباط بکنین، چون شبیه بلو کارت خودمونه، بلو بانک سامان همون جوریه، یعنی هم کلا یک کارت مجازیه، اصلا بانک چیزی نداره و شما میتونین که فقط توش پول بریزین و ازش استفاده بکنین برای خرید آنلاین یا هر چیزی. و برای اینکه بخواید توش پول بریزین میتونین از صرافی‌ها کمک بگیرید، یعنی شما ایران ریال بزنید براشون، اونا به اون حساب رولوتتون پوندو واریز میکنن و همین. و دیگه هر چی هم Airbnb و این چیزا بخواید بگیرین با همون میتونید بگیرید، یا اینکه اگه آشنا دارین که خب کلا با همون آشناتون کار انجام بدید. اکثر ایرانی‌ها اینجوری که دارن، بالاخره یه کسی هست که بتونه تو این چیزا کمکشون بکنه، ولی اگه نشد میگم مثلا حالا این مسیرم هست. آره خیلی چیز جالبیه همچین آپشنی گذاشته باشن، خیلی خوبه، حداقل پرداختیاشو میتونن انجام بدن. آره این واقعا این رولت خیلی خوبه. اینجا هم کاربرد داره ولی خب دیگه بعد از اینکه بانک خودتو یعنی بانک مثلا حالا بانک ملی باز می‌کنی که اسمش لویدز هستش یا حالا چیز بارکلی لویدز چیزای مختلف هستن. ولی برای ایرانی‌ها بارکلیز مثلا یه مقداری سخت میگیره، ایرانی‌ها که جدید میان نمیدونم چرا حالا، ولی لویدز از همه راحت‌تره و خیلی سرراست حساب باز می‌کنی، راحت می‌ره. فقط احتیاج به کد پستی داره برای یعنی آدرس جایی که هستی و چیزو میخواد کارت BRP یا پاسپورت. کارت BRP همون کارت ملی اونجا در اصل میشه دیگه، کارت اقامتشون دیگه. آره بایومتریک رزیدنس همون که اثر انگشت و اینا همه چیزش هست. واسه حساب بانکی که اونجا باز میکنن باید پول دپوزیت کنن یا نه؟ نه یعنی چی؟ یعنی بانک حساب بانکی فقط باز بشه پول بگیرن؟ اینطوریه اینجوریه که مثلا میخوام حساب بانکی باز کنم میگم باید یه پولی بذارید توی حساب بمونه 3 ماه 4 ماه بمونه بعد حساب باز کنم. حالت نرمالش این شکلیه. ممکنه بانک‌های مختلف فرق کنن ولی حداقل رولوت و لویدزی که من دارم و باشون کار کردم و شنیدم از دوستان کسی دیگه شون یه بانک دیگه نداره همینه. نه یعنی نمیخواد چیزی. خب خیلی خوبه این قضیه. بعد در مورد خود خونه و اقامتگاه و اینا می‌خواستم بگم که آره حالا واسه اولش که اونجوریه، برای بعدش هم دیگه بستگی به بودجه و توانایی خودتون داره که می‌خواین چه جور خونه‌ای بگیرین. شاید زوج باشین، شاید با خانواده اصلا با بچه‌ها اومده باشین و اینا بخواید یه فلت کامل بگیرید یا اینکه نه مثلا تکی باشین یا حالا هر چی بخواید مثلا فقط یه دونه اتاق یه جای اجاره بکنین، همونطور که مثلا من کردم الان، یا نه اصلا بخواید خوابگاه بگیرین. دانشگاهتون شاید خوابگاه داشته باشه. دانشگاه من چون اصلش مین کمپسش توی ایرلند هستش، اینجا الان من انگار که دارم شعبه‌اش رو دارم میام توی لندن، برای همین اینجا خوابگاه برای ما نداشتن. ولی اگه خوابگاه داشته باشین خوشبه بهتره. یه باری که خوابگاه میرن یا خوابگاه‌های خصوصی که مثلا خوابگاه‌هایی هستن که همین مثلا من یه چند تا از دوستام توی خوابگاه‌های دیگه همونطور خصوصی هستن که مثلا دانشگاهشون اینجا خوابگاه نداره، اونم حالا نمی‌خواستن بگیرن، می‌خواستن که مثلا حالا به خاطر هر چیزی. ولی من توصیه‌ام اینه که اگه کسی می‌خواد هزینه‌هاشو بیاره پایین، بهترین حالت همینه که بخواد یه اتاق توی یه خونه‌ای بگیره. حالا توی اون خونه ممکنه حالا یه دونه اتاق باشه که مثلا فقط شما هستی، ممکنه مثلا 3 تا خواب باشه که خوابای دیگه کسای دیگه هم هستن و شما فقط آشپزخونه و اینا رو مثلا بعد با هم دیگه شیر بکنید. حالا من توی این مورد شانس آوردم که فقط با همین حساب خونم هستم. خوبیش اینه که همه چی توی خونه هستش، مثلا نیازی نبود من بخوام برم حالا قابلمه و مایتابه و این چیزا بخوام انواع مختلف بخرم. همه چی مثل خونه که داشتیم همه چی هم اینجا هست و حالا خوبه که حالا اونم خانومه و دیگه مثلا تمیزی رو رعایت میکنه و اینا، من خیلی راحته. خب شما در اصل هفتید خونه فامیلتون یه جورایی. آره ولی میشه پیدا کرد، همچین جاهایی میشه پیدا کرد. خیلی هم عالیه واقعا اینکه شرایطتون اینقدر خوبه، واقعا عالیه. امیدوارم دوستان دیگه هم که میرن شرایطشون واقعا اینقدر راحت باشه که اصلا احساس غریبی و دردسر و اذیت نداشته باشن دیگه، کلا راحت باشه. آره من از یه چیز دیگه هم بگم اینجا در مورد خونه ها، در واقع مناطق اینجا زون بندی هستش و زونش مثلا منطقه 1 و 2 و 3 خودمون نبود که یه جای از مرکز شروع میشه زون 1، 2، 3 اینجوری تا حالا کمربندی مثلا شهر و دیگه خارج از اون دیگه خارج از لندن حساب میشه. اونجا خونه ها خیلی ارزون‌تره ولی مسئله اینجاست که شما چقدر رفت و آمد دارید. اگه فقط دانشگاهتون 2 روزه و واقعا دیگه بعد از اون نمیخواین بیاین برید لندن، مثلا میخواین محیط کارتون همونجا همون خارج از لندن هستش، خب خیلی خوبه چون هزینه رفت و آمدتون اونقدر زیاد نمیشه و تازه پول چیزام چی میگن اجاره هم خیلی کمتر میاد. اگه نه دوست دارین که تو مرکز شهر باشین، اصلا به هر علتی مثلا دلتون می‌خواد تو محیط شلوغ باشه، دلتون می‌خواد که نزدیک دانشگاه باشین، دلتون می‌خواد کاری که پیدا می‌کنه توی مثلا مرکز شهر باشه و اینا، خب همه چی متفاوت میشه. هزینه رفت آمد حدوداً تو ماه چقدره مثلا واسه خودتون شخصاً بگید؟ اگه دوستی میدید که مثلا هزینه‌اش بالاتره اونم میتونید مثال بزنید که یه چیزی دست دوستان باشه که بتونم معیار قرار بدم. میگم مثلا ما اینقدر ممکنه هزینه سفر باشه، حتی تایم ویدیو ممکنه تاریخش فرق بکنه با اون تایمی که شما دوستان دارید نگاه میکنید، به اینم توجه بکنید، اون خیلی مهمه. خب بفرمایید. در حال حاضر میتونم اینجوری بهتون بگم که اتوبوس توی لندن مبلغش ثابته. شما از هر جایی هر تعداد ایستگاهی بخوای بری تا هر جایی 1.75 پوند همین. خب شما توی یه ایستگاه سوار شید چه 200 تا ایستگاه مثلا بری کلا اون ور شهر اصلا هیچ فرق نمیکنه. فقط مسئله اینجاست که شما اگر این وسط اتوبوسی عوض بکنید، اگر در همون 1 ساعت باشه چون دوباره باید تق کنید، تو همون 1 ساعت اگر باشه دیگه پول ازتون کم نمیکنه، همون 1.75. ولی اگر 1 ساعت گذشته باشه و شما یعنی 1 ساعت پیش تق کردین گذشته باشه دوباره اون 1.75 حساب میشه. اینم این از این. بعد از اون طرف مترو باز دوباره متفاوته. مثلا یک خطی اینجا هستش به نام خط الیزابت که اون مثلا کلا سیستمش متفاوته یا خیلی گران‌تره، ولی خطای عادی دیگه مثلا از من الان خودم مثلا از زون 1 به 1 میرم 2.80 میشه، ولی ممکنه که مثلا تو زون‌های دیگه بریم و مثلا طولانی‌تر باشه مسیره، مثلا 3 خورده اینا هم بیفته برای هر یه دونه رفته، یعنی رفته فقط. برای همین شما مثلا اینجوری حساب کنید که من الان تقریبا دارم یه جورایی کمترین هزینه رفت و آمد رو میدم، تقریبا در حالت عادی 140-150 تا برای رفت و آمد فقط میشه. اگه خیلی نفاهه این ور اون ور بریم، فقط بریم دانشگاه، فقط بریم سر کار. خب این مثلا اگه جای دیگه هم بخوایم بریم، حالا رو دیدیس حساب بکنید. ولی یه چیزی هست، یه کارتی هست به نام کارت اویستر که شما این یه کارت آبیه برای مثلا کارت مترو و این چیزا، برای اتوبوس ازش میتونید استفاده بکنید، برای مترو و فکر می‌کنم برای ریلوی هم که بین شهری هستش هم میتونید استفاده کنید. حالا اون با زوری کارت دیگه داره البته، ولی حالا مثلا کسایی که خارج از لندن هستن و میخوان بیان توی لندن، از همون ریلوی ها بیشتر استفاده میکنن تا از مترو. بعد واسه دانشجوها کارت جداگونه ندارن. میتونید شما یه دونه کارت دانشجوییش رو بگیرید که اون روش عکستون میخوره و از دانشگاه یه تاییدیه میگیرن که آره شما واقعا فول تایم استودنت هستین و 30% بهتون برای ترانسپورت تخفیف میده. 50% نیست، 30% لطف میکنه. همه تو این شکلی که دانشجو مثلا همیشهشون نصفه و اینا، ولی نه. تو ترکیه دانشجو مثلا من خودم کارت آبی که میگید ما هم اینجا داریم، ماوی کارت میگم بهش، اینو دارم و قیمتش نسبت حالت عادی پایین‌تره، تخفیف داره. اشتراک ماهانه میخرم، مثلا من الان این ماه شارژ کردم 1400 لیر بود تقریبا، ولی دوستم که دانشجو تقریبا 300 لیر داره میده، یعنی خیلی پایین‌تر از اون مبلغی که من دارم پرداخت میکنم. معمولا همینجوریه، میگم مثلا من هم اروپا هم بچه‌ها میشنم که کار میکنن، کلا میگن بهش قوانین و شرایطی که برای دانشجو هستش توی اروپا خیلی بهتره، مثلا خیلی چیزا براشون رایگانه، خیلی چیزا براشون مبلغش نصفه، کمتره و اینا. ولی انگلیس اینطوری نیست اونقدر، یعنی انگلیس اصلا کلا درآمدش یه جورایی از جذب دانشجوه، یعنی اصلا یکی از بیزنس‌های بزرگی که داره از طریقش پول در میاره اینه که بچه‌ها بیان اینجا ارشد یا دکترا بخونن یا حتی لیسانس که 3 سال هستش و پول در بیاره. واقعا داره همین کارو میکنه، یعنی یکی از درآمدهاش هستن. جدا از این مسئله همون اصلا ترانسپورت اگه بخوایم در نظر بگیریم، شما اگر که یک تراول کارت، یعنی همون که مثلا بخوای اشتراک ماهانه بگیری، اشتراک ماهانه بگیری برای دانشجویی، باز دوباره متفاوته که حالا من لیستش رو عکسش رو میفرستم، کمترین حالتش 114 تا فکر میکنم هست در ماه. هزینه خورد و خوراک چطوره، مثلا چقدر میشه؟ اونم خیلی متفاوته با توجه به اینکه شما چقدر اصلا خورد و خوراکتون هستش، چیا میخورین و اینا. شاید یکی ویجیتریان باشه، یکی مثلا نه و اینا خیلی متفاوته. چند تا چیز هستش، چند تا سوپرمارکت مختلف هست حالا زنجیره‌ای، یکیش لیدل، یکیش الدی، ازدا، تسکو، سینزبری، امندس، ویتروز و چند تا دیگه. اینا رو به ترتیب دقیقاً که گفتم، دقیقاً ترتیبی هستش که از ارزون ترین جنس ها تا گرون ترین. مثلا حالا دقیق نمیدونم، ولی مثلا سیبی که شما تو ویتروز می‌خری ممکنه هزینهش مبلغش 2 برابر یا 3 برابر سیبی که توی مثلا لیدل می‌خری باشه. این مدلی. مثلا دیگه اونا خیلی که آدمای لاکچری یا کسایی که خیلی براشون مهمه که همه چی ارگانیک باشه و خیلی دیگه خفن باشه و اینا میرن از اونجا خرید می‌کنن. ولی نه، مثلا بیشتر دانشجوها و بیشتر قشر عادی از همون چندتای اول میخرن یا همون تسکو و سینزبری، اینا خیلی محبوبن. همشون هم کلاب کارت دارن، همشون از اینا که مثلا میتونی پوینت بگیری و مثلا حالا به حدیث تخفیف پوینت رو بدن و آره همین. و هزینه مثلا کلی اونم شاید حالا نمیدونم چجوری بگم، مثلا کمترین شاید همون 200 یا 150 بشه حساب کرد که هیچی نگیری خیلی. 150 £200 میشه تو ماه. آره 150 یا 200 فکر می‌کنم بشه. حالا میگم خیلی متفاوته ها، اینکه هر کسی چجوری مثلا شریک اصلا سلیقه‌ها فرق داره، خورد و خوراک‌ها فرق داره. یکی میخواد شاهانه غذا بخوره، یکی نه، میخواد واقعا دانشجوی غذا بخوره. آره کمترین هزینه. یکی مثلا همش میخواد خب بیشتر مثلا نودل بگیره، یکی نه من حتما نمیدونم کباب طبیعی حتما میخوام هر ماه داشته باشم، یکی میگه اصلا نمیخوام برم بیرون مثلا میخوام غذا بخورم، کسی هیچی خیلی گرون‌تر میشه. نه اونی که بیرون میره قضیهش کلا مستثناه، ما بیشتر سمت اون کسایی که مثلا منظورمون اینه که تو خونه میپزن میخورن، هدفم اوناست. حالا مشخص تو استانبول هم همینه، کسی که بیرون غذا میخوره هزینهش تو ماه چند برابر از اون کسی که کلا تو خونه غذا میخوره است. آره من فکر میکنم که بشه با 150 واقعا یک تغذیه خوبی داشت به نسبت، ولی بخوای حالا یکم بهترش بکنی 200 تصور کنی. اجاره خونه‌تون تقریبا چقدر میشه؟ نه در واقع بپرسم. اجاره خونه اجاره خونه اینم باز خیلی فرق میکنه. شما مثلا از 500-600 جایی پیدا میکنید توی جاهای مختلف تا دیگه لاماشالله. مثلا علی یکی از دوستان هستش که اونا خانواده البته اومدن و یک خونه دو خوابه گرفتن 3000 تا دارن میدن درما، ولی خیلی زیاده. ولی هستن مثلا کسایی که توی مناطق دیگه که حالا اونا منطقه خوبی هم گرفتن، مناطق دیگه گرفتن مثلا ممکنه که آره یه خونه دو خوابه من یک دیگه دوستام گرفتن اونا 1800 تا، خب اونم هست. اجاره اتاق چقدر مثلا؟ استودیو مثلا 1500 میتونین پیدا بکنین و اتاق و اینا خب خیلی کمتره. کمترین حالت اینه که شما یه اتاق پیدا بکنین. اتاقی که من الان گرفتم اینجا الان 700 هست. خیلی به صرفه‌تر، اقتصادی‌تره. خیلی بهتر است واقعا اون 3000. ولی خب من یه نفرم و اینجوری بودم که من خودم با 8 وقت بودم، ولی اگه مثلا با خانواده اومده بودم خب مثلا شاید نمی‌خواستم شب باشم. فرق می‌کنه موقع. آره خیلی فرق می‌کنه. در مورد حالا شما دانشجویید، خب اینو ازتون میپرسم اگه اطلاعات داشتید بگید. در مورد کار اونجا سایت های خاصی هستش که آگهی بذارن مثل سایت دیوار یا مثلا سایت های آگهی های ایرانی که کسی بخواد بره کار بکنه اونجا؟ آگهی ایرانی من نمیدونم منظورتون چیه. مثلا سایت دیوار و سایت شیپور و اینا برای استخدام آگهی میذارن اونجا، مثلا یه فیلم بردار میخوام، مثلا تدوینگر میخوام، استخدام میکنه فول تایم کار میکنن. آره نه من فکر کردم منظورت اینه که اینجا کسی بخواد کاری با ایرانی انجام بده. کلا یعنی یه سری کانال و نمیدونم پیج اینستاگرامی اینا هستن که اونا همه آدمای ایرانی توش هستن. مثلا چون طرف مغازه داره، رستوران داره اینا، مثلا میگه که مثلا یه نفری لازم دارم ترجمه‌دم طرف ایرانی باشه، اینجوری هستش. گروه تلگرامی معمولا اینا. آره دقیقاً. ولی خب به صورت کلی اینجا مثلا بهترین جوری که شما میتونید یه شغل پیدا بکنید لینکدین هستش که خیلی هم بهش اهمیت میدن. بعد از اون دیگه ایندید و اینا، بعد یه سری اپلیکیشن های هستش به نام مثلا read.co.uk یا job today، اینا خیلی مثلا زیادن. یه عالمه اپلیکیشن کاری این مدلی هستش ولی بیشتر همون ایندیده. و حتی شاید باورتون نشه من خودم اینو خیلی برام عجیب بود، اینکه شما حضوری سی وی تو ببری قبول میکنن. یعنی سی وی تو پرینت کنی حضوری بری اونجا بگی این سی وی منه و زنگ بزنن. جالب بود واقعا. اینو من تو ترکیش هم قفله، چجوری اینو قبول میکنن؟ حالا من فکر کنم فقط برای کار جنرالی مدلی، بعد فهمیدم که نه کار تخصصی هم حتی میتونه همینطوری باشه. و یه چیز دیگه که داره اینه که کلا کسی اگه شما ریفر بکنه و همون سیستم پارتی بازی خودمون باشه خیلی راحت تر قبولت میکنن تا اینکه همینجوری بخوای بری خودت اقدام کنی. این هم هست. این تلافی اونقدر قانونمندی است. و دوباره یه مسئله دیگه که اینم من تازگی شنیدم هست اینه که یه مقداری اگر که اسمت خارجی باشه سی‌وی تو راحت‌تر می‌پذیرن که بگن بیای برای مصاحبه. منظورم اینه که اسمت خارجی خودمون رو گفتم، اسمت انگلیسی باشه، یعنی مثلا چه می‌دونم اسمت هری باشه تا مثلا یادم باشه اومدیم اسممون عوض کنیم اسم خارجی بزنیم. اونن این کارو واقعا یعنی واقعا میان مثلا تو سی‌ویشون یه اسم دیگه می‌ذارن، حالا بعداً هر موقع که نهایی شد میگن که آره دیگه حالا این اسم پاسپورتی و اسم مثلا فرمال منه، وگرنه که من هر وقت میگن هری به همین راحتی مصاحبه رو قبول میشه. دروغ مصلحتیه. آره ولی حالا اینم هست. این چیزی بود که من خودم خیلی درم عجیب بود تازگی هم شنیدمش. جالب بود. در مورد امنیت و آرامش اونجا میخوام بپرسم، مثلا حالا اینو یه ذره قضیه بازم بکنیم از جانب اینکه شما دخترم هستید و توی کشور غریب دارید زندگی میکنید، خیلی دوست دارم بدونم مثلا نگاه‌های اونجا چجوریه، امنیتتون چطوره، ساعت مثلا نصف شب مثلا میخواید بری بیرون راحتید راحت نیستید؟ بالاخره با لباس مهمونی تو ایران که نمیشد اصلا بیرون رفت، باید حتما یه تاکسی دربست میگرفتی یا آشنا میرسون. ولی خب تو ترکیه هم اینجوری نیست، آزاد راحته. می‌خواستم اونجا چطوره؟ مثلا کسی مزاحم میشه، اذیت میکنه، به خودش اجازه میده که تعرضی بکنه، چه لبسی، چه کلامی یا هر طور دیگه؟ اینم بگید خیلی خوبه. چه دوستا دیگه بعضی خانواده‌هاش میترسن، میگن بچه من میره اونجا بلا سرش بیاد، کلیه‌شو در میاره. بعداً که قرار سرمو بیاد تو ایران میاد. یعنی واقعا من اینجا هیچ کس رو ندیدم بلای سرش اومده باشه، نه برای خودم تا حالا پیش اومده، نه از طریق کسی شنیدم تا الان. فقط بخوام بگم مثلا یه سری محله‌ها میگن که گوشی خیلی میزنن، اصلا بازم این ربطی به دختر پسر بودن نداره. کلا فون اسنچر اینجا زیاد هست همینجوری. و خیلی اصلا کاری هم ندارم. پلیس مثلا شکلی که خب دیگه زد دیگه. یعنی یه مقدار تو این مسئله کاری اصلا نداره. نمیدونم چرا. ولی توی امنیت کلی رو بخوای در نظر بگیرین که ببینید مثلا کسی چپ نگاه میکنه یا اصلا بد نگاه کنه یا هرچی، اصلا یعنی همچین حسی من تا حالا اینجا نداشتم. اصلا تا حالا نداشتم و کسی هم نشینم تا حالا بخواد بگه که وای مثلا آره من اینجوری منو نگاه کردن یا حالا هر چی، این رو که اصلا نداره اینجا. بعد نصف شب من تا الان چندین بار شده که مثلا بخوام بیام خونه، اولا که اینجا اصلا حالا مترو ممکنه که اون تایم خیلی دیر کار نکنه یه سری خط‌ها، ولی اتوبوس‌ها هستن، اتوبوسایی که اولشون ان داره، مثلا ان 25 هرچی، نه همون نایتن، این اتوبوس‌ها هستن و مشکلی نیستش توش، همیشه آدم‌های دیگه هستن، آدمای هر مدل آدمی هست، ولی هیچکس کاری به کسی نداره. فقط شما کافیه که دم خونه‌ات مثلا یه ایستگاه چیز باشه یا حالا اصلا حتی دورتر هم باشه، کسی من تا حالا یعنی حتی این هوملسایی که هستن و کسایی که مثلا حالا بگیم حالا گدان یا میخوان بیان ازت مثلا پول بخوام بگیرن اینا، هیچ مثلا اولی که بیشتر اینا تو روز دیدم، تو شب همیشه اینا خواب اصلا نیستن، من نمی‌بینم، چون تو روز خیلی بیشتر هستن که مثلا بخوان از آدم کمک بگیرن و اینا. انقدر اینا مؤدبن، یعنی اصلا آدم فکر نمی‌کنه که، خیلی برام عجیب بود آخه میدمشون. مثلا حالا ممکنم هست حتی مثلا طرف یه مقداری اصلا حالش خوب نیست، مثلا مست باشه با اینا، ولی خیلی مؤدبه، یعنی فقط کافیه بهش بگی که ببخشید من الان پول ندارم، میگه باشه خیلی ممنون که وقت گذاشتی مثلا جوابمو دادی، حداقل میگه جوابشونو بدی خیلی بهتره از اینکه از بغلشون رد بشی. مثلا ما ایران حالا اینجوری بودیم که اصلا رد می‌شدیم، مثلا به طرف نگام نمی‌کردیم و اینا، تهش هم شاید مثلا بهمون یه فحشی میداد که مثلا با من اینجا هستم، ولی اینا نه، اینجوریان که مثلا خواهش میکنم اگر که امکانش هست و میتونید مثلا یه مقداری من کمک کنید، تو شرمنده نمی‌شدم خودش مثلا میگه نه من الان ببخشید پول نقد همراهم نیستش، میگه اوکی باشه دمت گرم مرسی خدافظ. خیلی مسالمت‌آمیز، اصلا آدم باورش نمیشه که یعنی هوملسه بنده خدا. خیلی عجیبه این مسئله. یه دفعه با ترکیه مقایسه کردم، تو ترکیه فحش می‌دادم، دیروز یه دونهش به پستمون خورد، اصلا واقعا به زور داشت اون یه چیزی می‌خواست بفروشه، واقعا نمی‌خوایم یه گلی یه دستمون کاغذی، گفتیم نمی‌خوایم، شروع کرد فحش دادن که شما آدم نیستید، انسان نیستید، همینجوری بودن دیگه، میگفتن که تو رو خدا فرند بیچاره، بعد داد می‌زدن که آره شماها چرا نمی‌فهمید که ما هیچ پول نداریم اینا، بابا خب ما خودمون اولا تو هیچ پول نقد همراهمون نیست که بخوایم بهت بدیم، ولی اینجا خیلی مسالمت‌آمیز میگه اوکی باشه و رد میشن میرن، اصلا هیچ کاری ندارن. ولی من فکر می‌کردم که اینجا مثلا اصلا انقدر تعداد آدم هوملس نباشه، یعنی این یکی از چیزایی که فکر نمی‌کردم اصلا باشه ولی هست. ولی یه چیزی که خیلی من خوشحالم که نمی‌بینم بچه یا یعنی بچه هوملس یا بچه کاره، یعنی من این مسئله خیلی رو اعصابم بود تو ایران، همیشه اصلا قربون اینا رو می‌دیدم، خیلی هم زیاد بودن، ولی اینجا من یک دونه هم ندیدم، اصلا میگم که اصلا وجود ندارن. نهایتاً آدمایی که سنشون خیلی بالاتره، مثلا حداقل بالای 40 سال هستن، حتی کمتر از اونم من ندیدم آدم هوملس. حتی دولت حمایت میکنه اونجا بچه‌ها رو. تو ترکیه هم متاسفانه زیاد این قضیه ما خیلی میبینیم. امیدوارم واقعا همچین قضیه دیگه هیچ جای جهان نباشه. یه چیز واقعا که همیشه جایی که اینجا هستن همیشه یه پدر مادری کنارشون هست، یه بزرگتری بغل دستشون هست و همشون خوشحالن. من تا حالا ندیدم اون چهره هایی که میدیدم از بچه‌ها که مثلا حالا همش اینجوری بودن که یه چیزی از ما بخری، اصلا واقعا همیشه الان یادم میفته اصلا خود میشه، ولی خدا رو شکر که اصلا خیلی وقت که همچین صحنه‌ای ندیدم. ان شاءالله هیچ کسی تا حالا دیگه از این به بعد همچین صحنه‌ای رو نبینه واقعا. سوال بعدیم در مورد اینه که شما به کسی پیشنهاد میدید که با توجه به تجربه خودتون مهاجرت بکنه به انگلیس یا نه یاد هستن، اگه پیشنهاد بدم مثلا از چه طریقی بیاد بهتره؟ من الان پیشنهادم فقط میتونه این باشه که هر کسی میخواد بیاد ترجیحاً کاری بیاد، یعنی با توجه به اون چیزایی که گفتم قوانینی که برای دانشجو هستش یه مقدار سختگیری زیاده، مبلغی که باید پرداخت بکنید برای شهریه و اینا زیاد هستش. بعد خب میدونی یعنی من الان که فکر میکنم منطقیش اینه که آدم کاری حتما بیاد، ولی خب همه میدونیم که کاری پیدا کردنش خیلی سخته، اصلا از طریق ایران بخوای اپلای بکنی خیلی کار سختیه. دقیقاً. ولی میخوام متخصص باشی که قبولت کنه. ولی اگر واقعا کسی بتونه کاری بیاد در وهله اول حتما تمرکزش و تلاشش رو بذاره برای کاری اومدن، بعدش در وهله‌های بعدی بذاره برای حالا دانشجویی و این چیزا. و اینکه اینم بگم که الان دانشجوها میتونن خانواده‌شون رو حالا یا همسرشون رو بیارن، اما می‌خواستن قانون رو تغییر بدن به اینکه از سال آینده دیگه نتونن این کار بکنن دانشجوها، مگر اینکه کورسشون 2 ساله باشه یا دکتراهایی باشن که کار تحقیقاتی انجام میدن. چون مثلا همه اینجوریان که یه دونه 1 ساله شهریه‌شو میدادن، کل خانواده مثلا 5 نفری یهو میومدن و اینا اینجوری بودن که خصوصا درست نیستن، اشتباهه واقعا میشدن یا واقعا اونجا واقعا دانشجو میشدن. خلاصه برای همین این سیستمو دارن برمیدارن، برای همین اگه می‌خوایم با خانواده هم حتی می‌خوایم بیاین، خب بهتره که همون کاریو اینا بیاد دیگه، چون الان دیگه نمیشه کرد خیلی. و اینکه مثلا باز دوباره سالها قبل مثلا اینجا شرایط سرمایه گذاری اومدن بوده که باز دوباره اونم برش داشتن. توریستی رو خیلی نمیدونم ولی شنیده بودن که توریستی انگلیس اومدن سخته از ایران، برای همین مثلا من خودم یه وقتی فکر می‌کنم که می‌خوام چیکار کنم که خانواده‌ام بخوام بیان، حداقل مثلا فکر می‌کنن که مثلا چند بار اگه توریستی بیان بعداً همه درست میشه و اینا، ولی مثلا که شرایطش میگن که مقدار سخته، مگر اینکه خودت خیلی اینجا طولانی مدت مونده باشی. مثلا کسی که تولید محتوا میکنه میتونه فکر کنم بیاد واسه درخواست میده و میگه آقا من به این دلایل میخوام بیام، مثلا اونجا ویدیو تولید کنم برگردم بیام، یا فیلمساز با این شرایط میتونه. آره داشتم برای خانواده میگفتم. خب اونا که ولی اونو آره من راستش اونو اصلا نپرسیدم ببینم چه شکلی هست. درست. خلاصه که من فکر می‌کنم که مثلا اگر که کسی میخواد هزینه‌هاشو کمتر بکنه، اول میخواد حتما تحصیلی بره، جایی اروپا بهتر از انگلیسه. این پیشنهادو میتونم بدم. ولی خب اینجا پاسپورتش خالی. یعنی همه به خاطر پاسپورتش فقط میان اینجا بمونه. یعنی همه این سختی‌ها رو به جون میخرن که آخر سر پاسپورت رو بگیرن. حالا یه شخصی مثلا خارجی باشه با یه انگلیسی ازدواج بکنه، اینا پاسپورت میتونن بگیرن دیگه، درسته؟ ازدواجی هم هست اون هیچ وقت فکر کنم برداشته نشه اصلا. یعنی شما اگر از ایران کسی که اینجا هستش ازدواج بکنی، فکر می‌کنم بازم میتونی ویزای همراه میگیری بعد میای اینجا پاسپورت میگیری، فکر می‌کنم میشه. و اینکه همینجا هم اگر این کار بکنی هم که خب آره من میشناسم کسی رو که اینجا ازدواج کرده و بعد ویزای پاسپورت گرفت. بعد این شخص اگه مثلا دو نفرم خارجی باشن چطور؟ مثلا یکی اومده اونجا مثلا دانشجوه بیاد اونجا مثلا ازدواج بکنه، مهم اینه که اون شخص اصلی پاسپورت داشته باشه. بعد بچه‌شون که به دنیا بیاد، این دو نفر خارجی هم ازدواج کنن بچه به دنیا بیاد، پاسپورت میتونن بگیرن یا نه؟ اونم نمیشه. و اینو خیلی مطمئن نیستم واقعیت، فقط میدونم که بچه‌ای که اینجا به دنیا بیاد همینجوری پاسپورت نمیگیره. خیلی سالها قبل اینجوری بوده ولی الان دیگه این شکلی نیست. فکر می‌کنم که شما اگر خودتون پاسپورت داشته باشید بچه‌تون هم پاسپورت میگیره. الان فکر می‌کنم شرایطش این شکلیه. ولی اگه شما خودتون نداشته باشین، بچه‌تون اینجا به دنیا بیاد، اون بگیره که بچه‌ها بگیرید نه. دیگه سوال آخرم سواله. قشنگ دیگه سوال تو ماریه. چه سوالاتی بیشتر ازتون میپرسن که ما مثلا نگفتیم تو این ویدیو؟ اگه هست می‌خواید بگید، جوابش هم بگید که بریم واسه جنبندی ویدیو. فکر می‌کنم آخه همه رو گفتیم. یعنی خیلی بیشتر این شکلی می‌پرسن که بیشترین سوالی که ازم پرسنه که چجوری اقدام کردی. این یه سوالی که خیلی می‌پرسن که آقا اون مراحلش چیه، اصلا ما باید چیکار کنیم الان برای شروع. یعنی اینش خیلی برای همه گنگ هست. بعد تو مرحله بعدی اینجوریه که خب حالا اونجا چطوریه، مثلا هزینه‌ها چه شکلیه و اینا که ما سوالا اینا رو گفتیم. حالا دیگه فکر می‌کنم خیلی چیزا بزنم رسید اینو بپرسم بجاش. ببین مثلا اونجا دخترای ایرانی یا پسرای ایرانی بیشتر ترجیح میدن با ایرانی‌ها در ارتباط باشن، آشنا بشن، دوست بشن تا توی رابطه، یا با خود انگلیسی‌ها؟ این به چه صورت اخلاقیاتشون چطوره؟ مثلا دخترای ترک مثلا خیلی خطرناکه، نمیشه بهشون نزدیک شد. یعنی واقعا آدمو نصف میکنن، خیلی حساسن. یا پسراشون مثلا اولش خودشون خیلی ریلکس نشون میدن، اوکیه، ولی وارد رابطه میشن خیلی سختی میشن. از پسرای ایرانی سختگیرتر میشن این درس. اونجا چطوره؟ والا اینو خیلی زود باشه که از من بپرسید. مثلا شاید اگه یه سال دیگه میگذشتش بهتر بود. خب دور و بر دوستی آشنایی کسی نبوده تعریف کنه، بالاخره بین دخترها بحثش میشه. آره ولی خب من بیشتر دوستایی که الان اینجا دارم همون با هم دیگه اومدیم تازه یعنی همگی اومدیم، خیلی کسی مثلا یا بعد مثلا میگم خب یه مسئله هم که هستش اینجا، چون این ویزای همراه رو آزاد کرده بوده، اکثر کسایی که اومدن ازدواج کردن اومدن. خب آدم سینگلی که اینجا باشه و تو بخوای انتظارش بپرسی خیلی کم پیش میاد. خاطر همه یه کسی رو دارن. ولی خب خیلی متفاوته. مثلا یه نفر نظرش این شکلی که نه اصلا هیچ ایرانی نمیشه، ایرانی‌ها خیلی خوبن، اینا اصلا هیچ حالیشون نیستش فلانه، واقعا پسر ایرانی خیلی بیشتر به آدم اهمیت میده، اصلا اینا این مدل نیستن اینا. من خودم اصلا خیلی یه چیز دیگه ای فکر می‌کردم. چون آدم نمیدونه که خب اصلا من نمی‌دونم اینا چه جور آدمایی هستن، ولی من احساس می‌کنم که در آخر واسه دوستی اینا چرا که نه، آدم تجربه است بالاخره، یه فرهنگ دیگه رو می‌شناسه. ولی حالا نمیدونم برای ازدواج من حس می‌کنم که یه مقدار سخت باشه که آدم بخواد کلاً با یه فرهنگ دیگه. چون میگم من حتی داشتم بهتون میگفتم توی سرکارمون با کسایی که نسل جدیدشون هستن دوست میشم، همینطوری حرفای عادیمونو شاید سخت باشه. حالا شاید چون اولشه که مثلا من الان اومدم، چون اصلا اونا چیزهایی که توی بچگی تجربه کردن خیلی متفاوته با چیزایی که من باهاشون بزرگ شدم. برای همین اصلا کلاً دنیاهای خیلی متفاوت‌تری داریم و نمیدونم بعداً اون وقتی میخواد تو ازدواج چه اتفاقی بیفته. ولی خب ممکنه هست که خیلی ازدواج ماجراجویانه بشه، خیلی هم جالب باشه، اینم هست. یعنی خیلی متفاوته ولی نظرا واقعا فرق می‌کنه. یه سری شکلیان که نه فقط خارجی، یه سری اینجوریه که نه حتی فقط سیاه‌پوست خیلی براشون جذابه، ولی یه سری هم میگن نه فقط ایرانی. خب خیلی ممنون. اگه نکته چیزی مونده بگیم به دوستان، اگه نمونده دیگه ویدیو رو به اتمام برسونیم. یه خورده تایم ویدیو هم زیاد شد. این بحثا بحثه جالبیه در واقع کشورهای مختلف. و واقعا من از نظر خود من تایم ویدیو اصلا مهم نیست. خود من شخصا میشم کامل نگاه میکنم، چون تجربه چند سال شخصی که رفته اونجا رو داری توی عرض یک ساعت کسب میکنی. یعنی همه چی فشرده شده قشنگ ارائه میشه. به نظر من تایم چالا خیلی زیاد هم نیست، ولی خب یه ذره زیاد شد. البته من هیچی به نظر نمیاد که نگفته باشیم. تنها مورد شاید فقط آب و هوا باشه که نمیدونم برای یه عده ممکنه مهم باشه، چون بالاخره یکی از فاکتورهایی که شما هر روز باهاش سر کار داری ولی شاید اصلا در نظرش نگیری. هی بگی هزینه این هزینه اون چی میشه، قانون فلان، اصلا حواست نیست که اونجایی که داری زندگی میکنی بالاخره یه آب و هوایی هم داره که هر روز باهاش درگیر هستی. اینجا خب اصلا مثلا کانادا و اینا نیستش که بخواد اونقدر سرد باشه. به علت اینکه دور تا دورش کامل دریاه، حداقل میتونم بگم که مثلا جنوب انگلیس که همین لندن به پایین حالا بخوایم حساب بکنیم، اینجا اصلا اونقدر هیچ وقت سرد نمیشه، باد زیاد داره، ولی توی زمستون فقط خیلی مثلا به نظر من سوز داشت. مسئله بعدی اینه که به خاطر انرژی خیلی خونه ها اونقدر گرم نیست. یعنی اصلا هیچ وقت مثل ایران نیستش که نمیدونم از اون ور شومینه روشنه، بخاری روشنه و با مثلا بلوز آستین کوتاه مثلا تو خونه میگردیم، اینجوری اصلا نیستش. به خاطر که مثلا خیلی دمارش وقت بالا نگه نمیدارن. و یه علت دیگه اش هم اینه که به خاطر بازار رطوبت و اینا و اینکه ممکنه حشره مثلا توی خونه بزنه و اینا، برای همین هیچ وقت دمای خونه رو بالاتر از مثلا 23 4 اینایی که مثلا عادی باشه نمیبرن اصلا. یکی اینو خواستم بگم. و اینکه باد زیاده. اونقدر که فکر می‌کردم اینجا بارون زیاد نیست، اونقدر که میگفتن انگلیس همش بارونه همش ابریه، نه من خیلی موقع آفتاب دیدم، خیلی وقتا حتی تو زمستون. شاید زمین داره گرم میشه ولی اون یه فکر قدیمی بود ممکنه. و اینکه همین برف من اینجا ندیدم، اینجا اصلا برف نیامد، شاید به خاطر اینکه هواش معتدله و مثلا دریا زیاد هستش و رطوبت داره. خلاصه اینجوری. ولی شهرهای جنوبی مثلا مثل شهر برایتون و اینا که دریا دارن، مثل اینکه اونجا بارون بیشتر میاد به نسبت لندن. مثلا اینجا شاید نهایتاً یه ذره ابری میشد و حالا بارون هم میومد، ولی آفتاب من اینجا بیشتر دیدم. از برایتون اسمش یعنی مثلا شهر آفتاب، ولی من اینجا خب آفتاب خیلی زیاد دیدم. واسه که نگران آب و هوا هم نباشن، اینجا اونقدر نه سرده نه اون شکلی بارونه و نمیناست که افسردگی میده. ولی خب ویتامین دی باید بخورید. خب دوستان خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید و از غذاخانه ممنونم که توی این ویدیو با ما حضور داشتن. اگه بالا کانال ما سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک کامنت زنگوله فراموش نشه. پیج غذاخانه هم می‌نویسم تو دیسکریپشن، کلیک کنید برید فالو بکنید و حمایت بکنید. من دارم تشویقش می‌کنم که استارت بزنن یوتیوبشون رو، تولید محتوای خیلی زیاد می‌تونن درباره میگم روسیه، من انقدر درباره روسیه صحبت کردم، درباره انگلیس ویدیو تولید کنم و بذارن شما ببینید که اونجا چه جوریه سبک زندگی. ولی واقعا این کارو بکنید، این اطلاع رسانی خیلی خوبه، هم برای شما خوبه هم واسه دوستان. من همین مادم ترکیه این کارو استارت زدم، به همه دوستانم هم دارم میگم، با هر کی صحبت میکنم همه رو دارم یوتیوبر میکنم. شما ان شاءالله استارت بزنید، کلی ویدیو جذاب بزنید. ادیت کردنش واقعا زمان میبره و همین که بخوای بشین رکورد بکنی و یه مقداری اینجا وقتی که تنهایی هستی و یه سری چیزا برات همیشه جدیده و اینا، و این شکلی هستی که فقط خب من بالاخره باید الان این کار بکنم اون کار بکنم، از این طرف باید سیو بکنم، کارهای دانشگاهم هستش و اینا، برای همین یه مقدار اصلا از لحاظ ذهنی همش مشغولیت داری که نه واقعا در اون لحظه هیچ کاری نکنی، ولی پس زمینه ذهنت خیلی تسک همینطوری باز هست. برای همین نمیتونی دیگه چیز جدید بهش اضافه بکنیم، خیلی مسئولیت بیشتری داره دوباره. برای همین فعلا اینو گذاشتمش کنار، ولی خیلی دلم میخواد که شروعش بکنم. امیدوارم به زودی زود شروع بکنید. منم همین دغدغه رو واقعا میدونم چیه دارم و واقعا خیلی نمیرسه. من دو روز آخر هفته تایم دارم، تو اون دو روز فول فقط درگیر ویدیو هم دیگه خورده لهجه ترکی گرفتم، قاطی شده همه چی با هم. خیلی ممنون دوستان، تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ. خداحافظ از همگی. امیدوارم که اینا به دردتون خورده باشه.